Ta-da! همین که امروز اینجا نشستیم داریم که در حدود ده هزار مایل اونورتر بیشتر از هزار کیلومتر با دوستان در هر جای دنیا که داریم صحبت میکنیم ما جدا مدیون تکنولوژی هستیم تکنولوژی که فکر کنم که در حدود 20 سال سی سال اخیر داره میاد بیرون درسته برنامه تلویزیون چجور بود تلویزیون چقدر طول کشید که مرسوم بشه تلویزیون در ایران که من یادمه تقریبا در... حوالی 1340 بود یعنی 60 سال پیش 1340 یعنی 50 خورده سال 50 خورده سال بله 50 خورده سال پیش بعد تلویزیون سیاسفید بودش اول سیاسفید بود بعد تلویزیون رنگی شد رنگی شدش بره. و رنگیات یه من،, من یادم میاد که دیگه من وقتی بچه بودم که حالا 55 پنج شمسی بگیم بیشتر خونه ها داشتن رنگی نه رنگی بعدا اومد البته دیگه دلوسی. جاش عوض کردن با سیاسفید رفت کنار و رنگی اومد بله و الان این تکنولوژی من یادم توی ایران ما یه دونه تلفن خونه داشتیم همه ازش داشت استفاده می کردیم الان برای هر یه نفر پنج تا تلفن هستش ماشاءالله همه تلفن خودشون دارن تلفن ملک دارن هر کیم یه دونه یه دونه یه دونه, دونه تلفن دستی, دستی نداره دو تا سه تا خط دارن دقت کردین شما اصلا بله تلفن اگه صحبت بکنی من خودم یادم میاد که از زمان دانشجویی یعنی دا حدود سال 1333 34 تلفن نبود یعنی بله. ما که دانشجو شهرستانی بودیم در تهران دانشکده او قوم اکثر بچه ها شهرستانی بودن وقتی میخواستیم که با خانواده همون تماس بگیریم باید میرفتیم شرکت مخابرات وقتی میگرفتیم اونا به مخاطب اطلاع میدادن اونا میمدن تو شرکت مخابرات تا ما بیتونیم صحبت کنیم <applause> خود این چقدر طول میکشید؟ خود این زمان میگه مثلا ما وقت میدن میتونم بری دو روز دیگه بیاید صحیح. حالا ما یه کاری فوری داشتیم میخواستیم تماس بگیم نمیتونستیم تلفن به این در تیپ نبود تازه اگر بود به تعداد محدودی بود یک اشخاص معینی داشتن همگانی نبود به مثل الان نیست که هر کس تلفن تو دستش همین الان شما میتونید تلفن عجیبتون بیارید, بیارید بیرون به اون ور دنیا تلفن کنید و اگه اسکایپ هم باشه چهره طرف هم ببینید درسته با. و همین مسائل تکنولوژی هستش که شما دارین میگین من الان کاری که کردم توی خونه نمیذارم بچه ها به هیچ عنوان بعد از ساعت بین ساعت 6 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر که زمان خانواده هستش به تلفن دست بزنن من خودم و خانومم هم سعی میکنیم که تلفن ها را 6 تا 8 بذاریم کنار و بعد از چند وقت پیش بود اتفاقا هفته ای پیش بودش که بچه ها خب دارن ماشاءالله دیگه با هم دیگه صحبت نمیکنن همه دارن فقط تکس به هم میزنن داشتم فکر میکردم آینده ای این بچه ها چیه چیکار میخوان کنن چه رشته ای بخونن چه چیزی میتونن بخونن که بگیم که خب این رشته چهل سال آینده هیچ کس نمیتونه بهش دست بزنه درست تکنولوژی نمیتونه بیا جایگیرش بشه و همین تکنولوژی که ما رو داره الان کمک میکنه که به جایی برسیم همین صدای ما برسه به 16 هزار کیلومتر برتر همین تکنولوژی هم الان داره میاد که ملت رو بدبخت کنه شما یه دقت که تازگی ها بله که تکنولوژی روز اولی که پا گذاشت به عرصه زندگی بشر برای کمک به بشر بود درسته تسهیل کردن مشکلات از بین بردن مشکلات و از بین بردن بوده مسافت و بوده زمان حتی ولی متاسفانه عوارضی داشت این یک دارویی که شما میخورید مالجه میشید ولی عوارض جانبی داره همین ایمیل هایی که فرستاده میشه به وسیله کامپیوتر شما با افراد مختلف تماس میگیرید با خانوادهتون با دوستتون صرف نظر از داری اداری کار خصوصی این اون رابطه رو ایجاد میکنه ولی عوارض و مشکلاتش اینه که اون مهارت ارتباط رو از بین میبره می می در افراد بله. از بین میبره بله. و اون عواطف و احساسی که شما با بیان دارید یا خودتون مینویسید فرق میکنه با اینکه با کامپیوتر بنویسید درست و بگید حتی اون روابط و اون احساس عاشقانه ای که بین پسر و دخترم هست اون هم از بین رفته اصلا شما همه دیگه همون دوست دارم هم شده از طرف تکس بزنم دوست همین، دارم همین ببینید ایمیل میکنه میخواد به طرف احساس رو بیان کنه ولی وقتی میاد بیان بکنه نگاه میکنه فلان لغت خوب نیست دیدیتش میکنه یکی دیگه میذاره بله. میاد میاره تو قواری که دلش میخواد اون قواری که طرف دلش میخواد میفرسه بنابراین اون بیان احساس خودش نیست درسته. یعنی الان روابط عاشقانه متاسفانه به این وضع شده من دیدم در بعضی خانواده ها که دور هم نشستن دختر پسر اون این ورنشسته اون ورنشسته با تکس دارن به هم صحبت میکنن درسته؟ با, با تکس درسته. با بنابراین اون واقعیت و اون صداقت عشق و محبت رنگ باخته بله؟ و اتف... ها از بین رفته این هم عبارز بدشه کاملا درسته و اتفاقا یکی از شرکت های آمریکایی تلفن آمریکایی اومد گفتش که یک دختری در سن 13 سالگی تونسته بود در عرض یک روز هشت هزار تا تکس بزنه بابا. یعنی شما حساب کنید از هر یک ثانیه این داشته میزده حالا به کی میذاره به دوستش بوده یا ای به زیاد اعدام نکرده ولی همین که قدرت مکالمه از بین رفته الان با اومدن فیسبوک با اومدن برنامه‌ای مثل توییتر اسکایپ همین چیزایی که هستش حالا اسکایپ ممکنه که هم ملت چون که همدیگر میبینند با همدیگه حرف میزنن ولی با اومدن تکست و فیسبوک خیلی مسائل از بین رفته خیلی مسائل هم بهش اضافه شده و اجازه بدین که من در مورد این مسئله یه که من خیلی بهش اهمیت میدم و من سعی میکنم که در مورد این با دوستان زیاد صحبت کنم اینه که جدا آینده چی میشه و در حقیقت بهتون بگم در روز پنجشنبه 20 مارچ یعنی درست اول فروردین 1393 اینو روزنامه شیکاگو می نویسه که خود این داستانی که خدمتتون میگم رو از بلومبرگ که یکی از معتبرترین رسانه های گروهی دنیا هستش میگه و سوالی که طرح کرده این هستش که آیا ربات و کامپیوتر نصف نصف قدرت کار آمریکا رو از بین میبره یا خیر و اینو اعلام کرده اجازه بدین من یه چند تا آمار جالب بهتون بدم اعلام میکند که همکنون همکنون در ایالات متحده بیش از سه ممیز سه میلیون کشیر هست کشیر میشه کسانی که صندوق دار. درسته؟ بار. کسانی که در مغازه ها صندوق دار هستن پول میگیرن پول پس میدن 97 درصد شانسش هست که در عرض 10 الا 20 سال آینده ربات و کامپیوتر تمام کارهای اینا رو جابجا جا کنه یعنی سه ممیز سه میلیون نفر کارشون از دست میدن دو ممیز سه میلیون نفر الان در یالات متحده ویتر و ویترس هستن که میشه پیشخدمت پیش پیش در رستوران درسته نبد چهار درصد شانس هست که اینا کارشون از دست بدن و اینو ما الان نگاهش بکنیم در جمعی که زده این کسانی که در ساختمون ها کار میکنن جنتر میشن سرایدار شما سرائی سرائی و کسایی که نگاه بکنید کارهایی رو که دارن از دست میدن بیشتر مثلا کسانی که در مغازه ها لباس میفروشن یا اینکه فروشنده هستن چهار ممیز سه میلیون نفر الان فروشنده در آمریکا هستش 92 درصد شانس هستش که همشون از بین بره کارشون اینا چی میشن؟ و در اون ورش هم بهتون بگم در پرانتز نرس نرس دو ممیز دو میلیون نفر الان تو آمریکا دارن کار میکنن شانس این که روبات و کامپیوتر جایگزین اون باشه یک درصده یا کمتر شغل خوبی معلم چه در دوره دبستان راهنمایی یا دبیرستان بین یک تا سه درصد میتونه که کامپیوتر جاشو بگیره ولی رشته های دیگه ای که مثل راننده تاکسی مثل مشاور املاک مثل کسانی که وام دهنده هستند و بانک در حدود 65 تا 90 درصد شانس هستش که کارشون از دست بدن بانک گفتید آمد که سابق که کامپیوتر نبود ماشین حساب نبود کارمندی بانک بعد از اینکه بانک تعطیل میشد می با جمع و تفریق بله؟ و بیلان بانکشون می نوشتن تراز بانکشون می و میرفتن الان ببینید کامپیوتری اومده چقدر راحت کرده الان تجارت بین المللی روابط بانکی بین المللی به چه سرعت انجام میشه در خدمت بشر هست ولی راجبه کار که بیان کردید یادم اومد من سال اول دانشگاه بودم سال 1333 و 59 سال پیش بله استادی داشتیم خدا رحمتش کنه به نام دکتر پور همایون استاد اقتصاد بودن ایشون اون موقع 59 سال پیش همین مطلب رو عنوان کردن سرکات درست قیافشون یاد یکی ایستاده بودن و درس میدادن و مثال زدن هندوستان در اون موقع شاید 800 -900 جمعیت داشت درستن. و استاد گفتن که اگر که وسایل مکانیکی اون موقع که نبود مکانیکی وارد هندوستان بشه هندوستان دچار بحران بیشتر از این خواهد شد برای اینکه الان یک ساختمانی که میخوان بسازن کارگران به خاطر اینکه خشت میزنن بیارن بذارن اونجا پنجا نفر صد نفر میستادن دست به دست پاس میدادن به هم دیگه تا برسه به اونجا به این طریق اینها را به کار گرفته بودن و اگر که دستگاه مکانیکی میمد اینها بیکار میشدن و اون موقع این هشدار رو به ما داد که مراقب باشید و یعنی دنیا با این بحران روبرو رو خواهد شد بله. اون موقع که کامپیوتر نبود این تکنولوژی انجام نبود و الان واقعا قابل پیش بینی بوده و الان هم برای آینده باید پیش بینی کنه بله. با این اومدن این تکنولوژی خیلی ها بیکار میشن کار و سوال, کار می و سوال که چه خواهد شد چه چه, چه کاری در مورد بانک شما الان فرمودین زیاد دور نریم در حدود 12 سال 13 سال پیش بود برای ما اینا نامه اومد که اگر که از این به بعد شما بیاین که بخواین که یک تونه وچی بذارین که توی بانک اگر بخواین که اون کسی که بانکی که اونجا نشسته کمکتون بکنه اونو ببینید باید سه دلار بدید. اگر از طریق ماشین بخواین این کنید هیچی. یواش یواش ملت رو فرستاد که با ماشین کار کنید درست الان گذاشته بعضی از بانک های آمریکایی که هر کسی بخوادش که کارمندای منو ببینه 20 دلار ازت میگیرم دپازیت کنید 20 دلار میگیرم نه با ماشین ماشین همه کارو میکنه دور نریم 7 سال 8 سال هستش که تقریبا میشه گفت فرودگاه های آمریکا رو شما نگاه بکنید کارمندای فرودگاه دارن از بین میرن کسایی بودن که بلیط به ما میدادن به بوردینگ پاس میدادن که بریم سوار ماشین. از بین رفته الان شما فرودگاه شیکاگو رو نگاه کنید که یکی از بزرگترین فرودگاه‌های دو های دنیا هستش جایی که یونایتد ایرلاین بود من درست یادم اقلا در حدود 70 نفر کار میکردن اما همه شده کیوسک بله درست کارتتون رو بذارین بیارین بیرون براتون پرینت میکنه تموم شده هتل‌ها رو دارن الان این کار میکنن هتل هایتی که بغل دفتر ما هستش اعلام کرد افتخارم کرد که ما در حدود 45 نفر رو جابجا کردیم با سه ماشین اون چلو نفر رو کجا می‌خوام کار بکنن و برای همین هستش که برای همین هستش که بعضی وقتها ما ایراد میگیریم از دولت دولت میاد کار ایجاد میکنه تکنولوژی ورش میداره اون گروهی که الان ما میان که برش از،, از،, از کار برکنار شدن اونا هم کجا برن باید برن رو لیست بیکاری <تصفح> ب... بیکاری دولت و سوالی که این پیش میادش ما الان چیکار میتونیم بکنیم که جل نگران خانواده خودمون هستیم بچه ها چه درسی بخونن که 20 سال دیگه قربونی این روزنامه نشن بچه های ما فقط یه آمار نباشن که بگن یک این آمجاز اون دو درصدن این آمجاز و اون ده درصدن چی کار باید کرد به نظر شما؟ بین مشکل اینه که این تکنولوژی لازم هست برسته. به کار گرفته بشه منتها اینجا یک جمع از هست از یک جاش خوبه یک قسمتش بده درست و بعدم باید دید که دست چه کسانی میفته و چه کسانی چگونه به کار میبرند این تکنولوژی مثلا ببینید در صنایع نظامی به کار میبرند اون کسی که داره به کار میبره منافع مادی خودش در نظر داره ولی از یک طرف برای ارتش داره کمک میکنه بله. خوبی داره بدی داره وقتی تکنولوژی وارد تسلیحات نظامی شد بنبه های مثلا درست میشه بله. بشر رو از بین میبره از یک طرف تکنولوژی میاد تو بیمارستان ها کمک میکنه که انسان ها نجات پیدا کنن بله. میاد پیس میکر درست میکنه تو قلب میذاره میاد تمام کارهایی که در بیمارستان انجام میدن با این وسایلی که هست و امارای و اسکن و اینا کمک میکنه و اما حتی در عمل جراحی دیگه شکم پاره نمیکنن لاپروسکوپی میکنن دو, دو سراخ میکنن میرن تو شکم روده رو عمل میکنن میارن بیرون عکس تو روده طرف نشون میدن بله. ایناش خوبه ولی متاسفانه از یک طرف دیگه این را داره و مهمترین مسئله که بحران و واقعا خطرناک هم هست همون مسئله بیکاریه بیکاری واقعا نکته جالبی دست روش گذاشتید تکلیف چیه چه باید کرد این مسئله است که باید بشینن متخصصین دور هم جمع بشن و فکری بکنن همینطوری که 59 سال پیش استاد من گفت الانم باید فکر 59 سال دیگه بکنه دقیقا اینطوره ولی سوالی که هستش نه اینکه در مورد این مسئله هیچ کس فکر نمیکنه یه دونه روزنامه اومده گفته و مطمئن هستم که شما بینید روی شیکاگو تریبین دات کام کسی که نوشته دیویست تا 300 تا فوش خورده که اصلا چرا جمعه دنبال تکنولوژی داریم میریش پایین اینطور ولی صحبت هایی که کرده گفته جدا آینده ملت چی میشه و شما نگاه بکنید به جایی داره میرسه که لیسانس داره میشه دیپلم